نده های عزیز سلام مجدد تقدیم می کنم خدمت شما عزیزی که تازه به جمع پیوستین و برنامه نیمه روز برای دیدن انتخاب کردین تشکر از همراهی تان تا این دقایق برنامه را و در این دقایق برنامه هم مهمان خیلی خوب در کنار خود دارم که مهمان ما را بر شما عزیزان به معرفی می کنم بعد میریم روی بحث ما ای که بحث ما در رابطه چی هست بر شما خواهد گفتم بانو خدیجه همتیار با ما هستن روانشناس و در رابطه به موضوعی که میخوایم صحبت داشته باشیم البته محدودیت های خانوادگی است که بعضی از خانواده ها محدودیت برای اطفالشان ایجاد میکنن یعنی یک چارچوب را بر اونا آماده میسنر که از این نباید بیرون برین و این چقدر میتونه که فواید داشته باشه محدودیت ایجاد کردن برای فرزندانشان و چقدر میتونه مشکلات را در آینده به اونا به بار بیاره و باشیم در کل روی محدودیت خانوادگی پس شما هم ما را همراهی کنید تا بیشتر در این مورد آگاهی پیدا بکنید اگر شما هم جز کسایی هستین که یعنی بر فرزندانتان بر تان محدودیت تعیین میکنین و اگر فواید داره خب بیشتر این محدودیت روش حاکم باشین تا بتونین از فوایدش بهره مند شوین اگر میتونه دوچار مشکلات باشه یا مشکلات رو به بار بیاره پس شما هم کوشش کنین که از این دوری کنین و محدودیت بر خانوادهتان ایجاد نکنین این همه جواب را ما از بانوم البته خدیجه میشنویم که چگونه هست آیا فواید داره آیا میتونه مشکلات رو و بار بیاره پس شما هم ما رو بیننده باشین سلام به شما نیمه روزتون بخیر خیلی خوش آمدید سلامت باشین هم سلام تقدیم می‌کنم به شما و نیمه روز شما همچنان بخیر و سلام و دوستایی که بیننده برنامه زیبای نیمه روز هستن ها. سلامت زنده باشین بانو خدیجه خوب است که در قدم نخست یک تعریف داشته باشیم از خود همی محدودیت که یک خانواده بر فرزندانشان یا کسانی که در یک خانواده هستن تعیین میکنن چی میتونه باشه و اگر تعیین شود چه, چه قدر میتونه فواید خوب داشته باشه خب در مورد ای که محدودیت چیست و چی فواید را میتونه داشته باشه خب باید بگویم که محدودیت, محدودیت یعنی تا این حد و حدود و دیگران را هم وادار ساختن به ای که از این حدود و قوانین را که وضع شده در خانه و یا هم در هر جای دیگری از اونا رعایت, اونا را رعایت کنن و از اونا سرپیچی نکنن نه. خب در مورد ای که گفتین چی فواید را میتونه داشته باشه باید بگویم که محدودیت ها و یا هم آزادی بیش از حد اگر ما در یک خانواده بالای اطفال وضع کنیم هر دو اینا تاثیرات دارن که اگر بیش از حد باشن مشکل ساز میشه و اگر در اونها اعتدال در نظر بگیریم و میانه رو باشیم معلوم دار است که فواید خوب را هم میتونه داشته باشه در مورد محدودیت ها اگر متناسب با ویژگی های اطفال باشه مطابق, با سطح رشدشان باشه میتونه که بسیار با اونها مفید باشه یعنی اطفال مسئولیت پذیر بار می آین. از از باری ها در زندگیشان جلوگیری می کنن اینا راحت تر می زندگی خدا پیش ببرن و میفهمند که کدام کار را انجام بتن با اونا خوب است و کدام کار را نباید انجام بتن و لازم نیست که انجام داده شود از این خاطر تا این حدود در صورتی که متناسب با سطح رشد اونا باشه متناسب با سطح فکریشان باشه به با اساس نیازهایشان باشه و به با اساس علایق اطفال در نظر گرفته شود کاملا مفید بوده می تانه و این اطفال ای اطفال مسئولیت پذیر و لذت من بار میارم. آها بسیار خوب حالا این محدودیت ها بانو خدیجه باید برای تمام عضو یک فامیل یا یک خانواده باشه کسی که در رأس یک خانواده می باشه یا پدر خانواده هست که رئیس خانواده گفته میشه یا هم مادر خانواده هست این محدودیت ها را زمانی که ایجاد میکنن باید بر تمام عضو خانواده یعنی دختر یا پسر که در اون خانواده هست یا فرزندانشان باید بر تمامشان به یک حد باشه یا که یعنی متفاوت باشه چون که در افغانستان همه قسم که میان دختر پسرش فرق قائل هستم شاید در ایجاد محدودیت ها یا امو قانونگذاری هم در خانه شاید محدودیت هاشون فرق کنه و بر دختر یک رقم محدودیت یا قوانین رو وضع کنن که باید تو آه. از این قوانین پیروی کنی و بر پسر یک نوه از دیدگاه خود کدامش میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه که هر دو یکسان باشه یا که فرق قائل باشن میانه این دو بهترین قانون قانون است که در او به همه اعضای خانواده حقوق یکسان را در نظر گرفته شود یعنی نه به که به دختر حقوق کمتر در نظر گرفته شود و به پسرها حقوق بیشتر در مورد ای که اگر در این قوانین ما یک سطح را در نظر بگیریم یا هم برای یک تعداد از خانواده قوانین بیشتر را وضع کنیم و با یک تعدادشان قوانین کمتر را <applause> باید بگیم که اطفال توانایی را ندارن که از همه عوامر ما از قوانین که ما وضع میکنیم و یا هم محدودشان میسازیم از اونها پیروی کنن یا هم تمامشان را رعایت کنند اطفال به نحو بازیگوشی گوشی یا هم نمیتونن تمام اونها را رعایت کنن از این خاطر بهتر از به اطفال که خردسال هستن مطابق با ویژگی اونا قوانین ساخته شود و کسایی که بزرگتر هستند سطح درک بیشتر را دارند نسبت به اطفال با اونا قوانین متفاوت تاره. اما اگر در کل بگویم به کسایی که در یک سن سال هستند یک نوع قوانین وضع شود و اگر دختر است و یا هم بچه از به یک نظر دیده شود کاملا خوب است به اطفال گاه گاهی ما اگر از قوانین ما اونا سرپیچی میکنن یا هم قوانین ما را مد نظر نمیگیرن و رعایت نمیکنن گاهی هم ما میتونیم گذشت داشته باشیم اما اگر یک شخصی که بسطه بزرگتر رسیده و باز هم قانون شکنی میکنه شد... یک برخورد متفاوتر برخورد متفاوتر با او داشته باشیم اما اطفال گاه گاهی اگر قانونا نقض میکنن یا هم از او رعایت نمیکنن ما گذشت میکنیم مثلا اگر یک طفل که سال است خب شاید 4 تا 5 سال اگر یک دختر باشه ما مجبورش نمیسازیم که تو حتما حجاب کو حتما چادر بپوش یعنی اینجا ما نظر خودش را مقدم تر میشماریم و از او ابتدا نظر میخوایم اگر خواست میتونه حجاب کنه و اگر نخواست لازم نیست که ما بالای او جبرانی حجاب حجاب کنیم و یا هم مجبورش بسازیم تا ای که حجاب کنه ده. در اطفال کم گذشت وجود داشته باشه بهتر است تا ای که اونا دل سرد نشن اگر ابتدا قوانین زیاد باشه یا هم اونا را مجبور بسازیم که این قوانین را راحت بسازن وقت نوجوان میشن بخصوص در این مرحله که یک مرحله بحرانی است کاملا برعکس که قوانین رفتار میکنن شاید شما متوجه شده باشین که اکثر ها وقتی به این مرحله میرسن کاملا یک حالت دیگر گونه دارن و رفتارشون کاملا تغییر میکنه برخورد بسیار زشت با والدین خود می داشته باشند خشمگین هستند و او رفتارهایی را که در طفولیت ازشان محروم بودن یا هم اجازه انجام او رفتارها را نداشتند در دوره نوجوانی کاملا اونا را انجام می تن بر علاوه کسایی که خردتر از خودشان هستند با اونا هم یک برخورد خشن دارن و نحوه کوشش میکنن که انتقام گیری کنن از اونا یعنی در مورد اطفال باید در قوانین تا حد آسانگیر باشه و نه هم که زیاد چون این بار و نه که مسئولیت کارهای آینده خود در نظر بگیرن و بهتر است که اعتدال در نظر بگیریم و قوانین به او اساس بنا بگذاریم بسیار خوب بانو خدیجه در رابطه با فوایدی که البته اگر ما محدودیت بر خانواده یا هم بر فرزندان ما ایجاد کنیم میتونه فواید داشته باشه صحبت های داشتی که یعنی یک طفل در آینده مسئولیت پذیر به بار میاد و کوشش میکنه اون مسئولیتی که برش داده شده به طور درست او را انجام بده اما حال میایم روی مشکلاتی که میتونه در جامعه به بار بیاره اگر محدودیت یعنی ما زمان که از محدودیت صحبت میکنیم شاید بعضی از خانواده ها بیش از حد دیگه یعنی یک قانونگذاری گذاری بکنن در خانوادهشون که شاید حتی مو فرزندانشون هم بیزار بکنن از مو کار یا از مو مسئولیت از مو فعالیت را که برشون سپرده شده شما میشه بر ما در رابطه با این مشکلات یا پیامدهای منفی که بعدها میتونه در جامعه و بار بیاره صحبت داشته باشید البته محدودیت که به سطح افراطی باشه و فوق العاده مادر رو سخت گیری کنیم معلوم دار که مشکلات را به وجود می بیاره امه. در ابتدا طفل به شکل بار میاریش که هر همیشه باید یک شخص باشه از او حمایت کنه و وقت وارد جامعه میشه چون همیشه ما کسی بودیم که راه و چهار مشخص ساختیم مسیر مشخص ساختیم و به طفل گفتیم که تو در این مسیر حرکت کو اما زمانی که این بزرگتر میشه و دیگر از این قوانین کم فاصله میگیره دیگر اه... کسی نباشه که همراه او باشه یا هم از ازش حمایت نکنن راه خودا گم میکنه بله تصمیم گیری نمیتونن در زندگی خود درست تصمیم گیری کنن یعنی تصمیم گیریشون بسیار ضعیف است چون تس... تجربه تصمیم گیری را نداشتن همیشه تصمیم هایشون دیگرا گرفتن اگر مادر بوده پدر بوده و یا هم اگر اونا نبودن خواهر و برادر که بزرگتر از اونا بوده و اونا تصمیم گرفته اینا تجربه هیچ گونه کار را ندارن و از این خاطر اعتماد به نفسشون بسیار ضعیف است چون ما زمان اعتماد به نفس ما بیشتر بالا میره و بیشتر رشد میکنه که ما کار انجام دادیم درو در موفقیت حاصل کردیم و خود ما با خود ثابت هستیم زمانی که یک طفل هیچ گونه کار را انجام نداده زمانی که هیچ هدف را نداشته و یا هم در هیچ کار موفقیت نداشته او اصلا اعتماد به نفس نداره اصلا به توانایی خود باور نداره و اصلا نمیفهمه که من چی ویژگی ها را دارم چه کارها را میتونم انجام بدم در کجا من ضعف دارم و او را اصلاح بسازم یعنی این هم محدودیت هایی که افرادی باشه این مشکلات به وجود میاره و اگر این مشکلات نباشه و یا هم طفل بتونه خوبتر از این دوره عبور کنه و مراحل بعدی که میرسه کاملا برعکس گرفت محدودیت ها رفتار میکنه یا هم یک شخصیت زده اجتماعی رو به خود میگیره کوشش میکنه دیگرها را آزار بده انتقام گیری میکنه به شکل عقده ای برخورد میکنه با دیگران و به نحو کوشش میکنه او عقده هایی را که از طفولیتش داشته از بین ببرشان یا هم خشم را که در درون داره او را به یک نحو میخواد فروکش بسازه خب این خشم یا عقده ای که از طفولیت توسط خانواده ها در وجود یک شخص ایجاد میشه و با وجود می و این طفل زمانی که بزرگ میشه و کوشش میکنه یوقدایش خالی بسازه چقدر میتونه بر جامعه ما بد باشه از دیدگاه روانشناسی شما میشه بر ما بگوین که بعد ها میتونه مشکلات را که در جامعه و بر فرزندان خودش خب هر شخصی که باشه بالاخره طفل باشه میکنه. و بزرگ میشه و جوان میشه و بالاخره سن میرسه که باید ازدواج بکنه و خانواده تشکیل بده و چقدر میتونه بر خانواده خودش یعنی تاثیرات بد داشته باشه خب اکثر رفتارهای ما و اکثر کمبودی هایی را که ما در زندگی داریم برمیگرده به او دورانی که ما در طفولیت داشتیم بخصوص اگر یک کمبودی که از سن 3 تا 6 سالگی در زندگی طفل به وجود می آید اکثرا غیر قابل جبران هستن و یا هم اگر ما بخوایم جبرانش کنیم با بسیار م... مشکل می تونیم را جبران امه. کنیم از جمله ای که این شخص رفتار رفتارهایی که در طفولیت با خودش صورت گرفته عین شکل با اطفال خودش برخورد میکنه ده. یعنی اگر قبل از اطفالش بگویم چون وقت ای... طفل دار میشه یا هم ازدواج میکنه خب مراحل بعدیش است ابتدا در جامعه قسم که من قبلا هم بالاش اشاره داشتم کاملا میخوای از دیگران انتقام بگیره اگر دوستایش هستن اگر همکارایش هستن و یا هم حتی خواهر برادرش که کوچکتر از خودش چون خودش متوجه میشه چون مادر و پدرش قبلا به این زیاد محدودیت تعیین کردن یا هم حد و حدود به این ای طفل زیادتر در نظر گرفته بودن و خواهر برادر کوچکتر از خودش کمتر محدود ساختن عقده ای میشه در مقابل اونا ابتدا خشم خود بالای اونا خالی میکنه بعدا بالای افرادی که در جامعه هستن و در اخیرم بالای خانواده ای که خودش قرار است تشکیل بده و وقت تشکیل میده این رفتارها را با اونا دا می داشته باشه و این به شکل یک دایره مانند دوران میکنه و این روند ادامه پیدا میکنه تا وقتی که انسان است پس این کار اشتباهی میتونه باشه زمانی که ما یک چیز را یا یک کار را ما خودمو تجربه میکنیم اگر زمانی که ما قدر مشکلات ما سفری کردیم و چقدر درد کشیدیم چقدر رنج کشیدیم پس خیلی خوبتر به هست که زمانی که کسایی که بعد از ما هستن یا حتی طفلای ما رو ما باید با اونا چنین رفتار نداشته باشیم چنین رفتار نکنیم که اونا هم عقده ای به بار بیان و این چنین اعمال انجام بدن چون ما میفهمیم که خودمو چی درد کشیدیم زمانی که امی عکس العمله که ما بالای اونا انجام بدیم اونا چقدر درد میکشن پس فکر میکنم راه اشتباهی را ما پیش میگیریم زمانی که ما عقده خود را کس خالی میکنیم که بعد از ما هستن نسل بعدی هستن بله خب بانو خدیجه آل میشه شما بر ما به عنوان یک شخصی که شما روانشناس هستین و از دیدگاه روانشناسی اگر شما به عنوان یک رئیس در یک خانواده قرار بگیرین یا قرارم داشته باشین میشه بر ما بگین که شما چگونه یک قانون رو وضع میکنین در خانه تا همگی خیلی خوبتر به ما پیروی کنن و مسئولیت پذیر باشن و بتونن در آینده هم فواید خوب البته بر جامعه به بار بیاره و بتونن کسانی که بعد از ما و شما هستن بتونن خوبتر از این استفاده کنن خب در این مورد ما باید بگویم که به خاطر قانون گذاری در خانواده خودم فعلا به ما چون وقت در است اما ما کوشش میکنم در خانه کار را کنم که دیگرا مرا دیده از او یک عبرت بگیرن اه. و یا هم اگر ما میخوایم قسم که دوست دارم با من رفتار شود با دیگرا رفتار میکنم اه. هیچ وقت کوشش نمیکنم حد و حدود دیگرا را نقض کنم و یا هم در حریم شخصی اونها دست درازی کنم و دوستم ندارم کسی به حریم شخصی دست درازی کنه همین قسم شاید دوستان متوجه شده باشن که اول کدام حریم خصوصی نداره یا هم با هر نوعی که ما میخوایم با او رفتار کنیم مشکل نیست شاید شما متوجه نشده باشین که رفتار که شما با طفلتان دارین بعدها او طفل او رفتار را با خود شما می داشته باشه مثل یک آینه است با آینه که با هر شکل که ما ببینیم دوباره با خود ما انعکاسش می و ما میتونیم ببینیمش بعض وقت فکر میکنیم که طفل ما یک رفتار بدش وقت میبینیم احساس میکنیم که از ما یاد نگرفته خب او در حال یادگیری است اگر بعضی چیزها ما نخواستیم میادش بدیم شاید وقت جایی رفته یاد گرفته و هم اگر مهمان آمده از از یاد گرفته یا هم اکثر چیزایی را ما میخوایم اصلا یادش ندیم یا هم جریان رشد رو میخوایم به تأخیر بندازیم بعضی ها میگن که من با تفلم این مسائل فعلا یاد نمیتم اما وقتی که 5 سال شد یا هم 6 سال شد یا بیشتر از اون شروع میکنیم به یاد میگن خودش یاد میگیره بله شروع میکنم به یاد دادنش اه. متوجه باشین که در این زمان شما شاید تصمیم تانی باشه که به با تفلتون اکثر مسائل یاد ندین اما او در حال یادگیری و خودش یاد میگیره اصلا متوجه نیستن که چی چیزهایی شما خواسته و سایر را به با او یاد میتین به هر نحوه که میخواین طفل شما با شما رفتار کنه شما با او رفتار کنین ده. اگر سخت گیری بیش از حد داشته باشین مطمئن باشین که یک زمان در مقابل شما طفلتان شورش میکنه و یا هم اگر بیش از حد او را آزاد بانین هیچ وقت مسئولیت کارش نمیگیره و هیچ وقت او یاد نمیگیره در زندگی چگونه پیش برم و مستقل باشم و چی کار کنم که حد و حدود دیگران هم در نظر بگیرم و حد و حدود خود مرا یعنی به حقوق کسی دست درازی نکنم و از طریق حقوق خود مرا هم بتانم حفظ کنم آها بسیار خوب خب تشکر بانو خدیجه از شما از که تشریف آوردین سلامت خیلی خوب داشتیم خوب با شما تشکر ان شاء الله گنده باشین تشکر زنده باشین بیننده های عزیز تشکر از شما خوبان هم که تا این لحظه با ما همراه بودین خدا کنه که از بحث ما شما هم آگاهی پیدا کرده باشین و اگر تا حال شما هم محدودیت ایجاد میکردین برای خانواده تون یا برای فرزندانتون که باعث میشد که دچار مشکلات زیاد اونو بشن کوشش کنین که یک حداقل در یک حد تعادل شما قوانین را وضع کنین که بالای تمام از اعضای خانواده او قوانین تطبیق شود خب به هر صورتش در این دقایق برنامه بخش کامدی نشر است تماشا میکنیم پس از او هم در ادامه برنامه همکاری ما فراموش نکنید تشکر از اینکه برنامه ما را تماشا کردید اگر میخواهید برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلک کنید و اگر میخواهید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواهید بعد چینال یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلک نمایید